أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال صدق الله مولانا العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله سبحانه وتعالى بار بار سپاس میگیم که فرصت دیگر در اختیار این مجموعه قرار داد تا در کنار درس ترجمه و تفسیر قرآن کریم با هم قرار بگیریم الله سبحانه و تعالی همه برنامه های ما رنگ قرآنی ببخشد الله عز و جل همه بیماران ما را به برکت کلام پاک خود شفای عاجل نصیبشان بدارد آیاتی که تلاوت شد از سوره غافر هست به ادامه آیاتی که در جلسات قبلی ما و شما داشتیم آیه 19 سوره غافر هست یای قرآن کریم یکی از بیماری های اجتماعی جوامع انسانی را بیان میکنه که ما به همچون یک بیماری گاه وقت
دوچار میشیم، گاهی وقت گرفتار میشیم و الله سبحانه و تعالی از علم خود بر ما در این آیه بیان میکنه یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. الله سبحانه و تعالی ذات است که چشمهای خائن، چشمهای خیانتکار و آنچه که این چشمها در سینه‌های خود پنهان میکنن و میپوشن میداند. این آیه مبارکه در بین آیات ذکر میشه که کاملا بحث از قیامت است، ولی مناسبت ای به آیات ما قبل اینه که یعنی تصور نکنیم که الله نمیدانه، الله بیخبره، حتی از این عمل کوچک شما هم که گاهی اوقات به طرف زن نامحرم به شکل نگاه دزدانه نگاه میکنیم، این را هم الله سبحانه و تعالی میدانه. یعلم خائنة الاعیون، یعنی اون چشمی که گاهی اوقات نگاه میکنه اما نگاه دزدانه، به این معنی که به او زنی که برای او حلال نیه و جائز نیست تلاش میکنه که فرصت را آماده بسازه، خواه در جمع خواه به صورت تنهایی به طرف او نگاهی داشته باشه. این نگار الله سبحانه و تعالی بدانیم که او بر اساس علمی که داره او میدانه. ما دو رقم قانون داریم، یک قانون وضعی هست، یک قانون الهی هست. قانون وضعی بشر وضع میکنه و میگذاره، قوانین الهی الله سبحانه و تعالی به خاطر تنظیم امور انسانها وضع کرده. اما در بین قوانین الهی هم باز هم دو رقم قوانین وجود داره. یک سری قوانین داریم به خاطر تنبیه انسانهای مجرم، ولی یک سری کارهایی داریم که به او قانونی وضع نشده. مثلا برای کسی که دزدی میکنه قانون وضع شده از جانب الله سبحانه و تعالی، و از طرف بشرم قانون وضع شده. حداقل کسی دزدی میکنه در قانون وضعی بشر اینه که به زندان بره، در قانون از جانب قانون الهی اینه که دستش بریده بشه. کسی که قتل میکنه قانون الهی امینه که بعد اعدام بشه، قانون وضعی امینه که حداقل مدت به زندان باید بره، اگر از اعدام این معاف میشه حداقل 15-20 سال در زندان باید سپری بکنه. اگر کسی زنا میکنه قوانین الهی و قوانین وضعی جرائم مشترک بر از او در نظر گرفته. اما دوستا بعض گناه های هست که نه قانون وضعی و نه قانون الهی بر از او جزای تعیین نکرده، از جمله نگاه کردن به زن نامحرم. شما در قانون الهی هم جرم بر از او در نظر نمی بینیم که گرفته شده باشه. اگر کسی به طرف زن نامحرم نگاه کرد از نظر شرعی بر از او چند تازیانه یا چند دره تعیین شده باشه، و از طرف قوانین وضعی هم این چنین چیزی بر از ما نداریم که کسی اگر همچون یک کار مرتکب میشه برای او قانون وضعی بشر حد در نظر گرفته باشه. ای به این خاطر است که یعنی الله سبحانه و تعالی ایمان یک تعداد انسان‌ها را به خودشان می‌گذاره. حالا اگر نفر به طرف دزدی می‌خواد بره، خب از قوانین الهی هم ترس داره و از قوانین وضعی هم ترس داره، نمیره. و اگر خواسته باشه آدم بکشه، بازم از آدم کشتن دست بردار میشه، میگه که حداقل هم قانون الهی هم قانون وضعی برام یک جرم تعیین کرده. اگر فساد اخلاقی بکنم، اگر آدم بکشم، اگر کسر اختطاف بکنم،
یا جرائم یا جرم دیگر انجام بدم، هم قانون الهی و هم قانون وضعی بر من یک حد در تعیین کرده. اما در این قضیه نگاه به زن نامحرم، نه در قانون الهی و نه در قانون وضعی هیچگاه بر از این حد در نظر گرفته نشده. ای به این خاطر است که انسان اینجا ایمان خود را محک بزنه، اینجا ایمان خود را تست بکنه که من براستی چقدر ایمان دارم. الله گفته قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای مردان مؤمن بگو چشمان خود را پایین بیاندازن، برای زنان مؤمن هم بگو که حجاب بگیرن. یعنی اول الله مردان مورد خطاب قرار میده، بعد زنها مورد خطاب قرار میده. بی اساس از جانب بشر در کره زمین برازی کدام قانون وضع نشده که او تفکیک بکنه که انمی کسی که چشم چرانی میکنه برازی چقدر جرم در نظر گرفته شده. خب این نشان میده که یعنی انسان باید بدانه که الله سبحانه و تعالی میدانه. وقتی که اون میدانه مشکل حل است. که وقتی الله انسان بفهمه که الله میدانه تمام جزئیات و کلیات، ظاهر و باطن از او چک میکنه و او زیر نظر الله قرار داره، دست به جرم و جنایت نمیزنه. چی وقت انسان به طرف معصیت، به طرف گمراهی روی میآوره؟ زمانی که از علم الله غافل باشه، زمانی که به این یعنی شعور رسیده و به این درک که الله نمیدانه. به هر پیمانه که انسان عقیده و باورش بر این باشه که الله میدانه، از گناه، از معصیت، از جرم و جنایت چکار میکنه، این انسان دست بردار میشه. وقتی دست بردار شد طبیعتا دیگه این در مسیر دین استقامت میورزه، آدم مستقیم میشه. وقت استقامت ورزید میبینیم که از تمام گناهان صغیره و از کبیره به کلی دست بردار میشه. در مورد تفسیر آیه قرآن کریم یعلم خائنة الاعیون، الله میدانه چشمای خائن و چشمای خیانتکار. این چند تفسیر داره. تفسیر اول اینه که طبیعتاً گاهی اوقات انسان در یک جمع قرار میگیره که در او جمع یک زن نامحرم نشسته و ای گاه نگاه میکنه، اما نگاهی غرض آلود، نگاهی هدفمند، نگاهی دزدانه، نگاهی که از این نگاه خود لذت میبره. یک معنا است که یعنی به این معنا که این انسان باید بفهمه که اگر دیگران نمیدانن، دیگران این نگاه طور تفکیک کردن میتنن، اما مواظب باش که الله طور مراقبت میکنه. الله میدانه که تو این نگار بر اساس چی انجام دادی. معنای دوم اینه که اینمو حرکات چشمه، یعلم خائنة الاعیون، چشمی که نگاه او خائنانه هست. گاهی میشه در یک مجلس، در یک جای نشسته هستیم، یعنی با حرکت چشم دستور میدیم، با حرکت چشم، مثلا طرف راست، طرف چپ، وقتی که چشم خود دور داد بچه میفهمه که پدر من در اینجا چی هدفی داره، چی منظوری داره. گاهی میشه ما همید به جهت مثبت هم استفاده بکنیم. مثلا مهمان آماده، ما نمیخوایم بر روی پیش روی مهمان به بچه خو بگیم حالا بچه برو نان بیار، با چشم یک اشاره میکنیم، این بچه میفهمه که یعنی پدرم چی گفت و چی دستور داد، من چی کار بعد انجام بدم. این جهت مثبت از اینه. ولی جهت منفی هم گاهی اوقات میشه که با همی حرکت چشم دستور میده یک گناهی، یک معصیتی، برو مثلا دزدی کن، برو مثلا جنایت کن، این فلانی آمده برای قتل یا از بین بردن از موتو پلان و برنامه داشتیم، حالا دیگه افراد هم دستور بده که ای آمده. ای جهت منفی از اینه. یعنی همی حرکت به طرف راست، به طرف چپ، گاهی وقت میشه که ما به طرف راست و چپ چشمان خود دور میدیم،
همینم الله سبحانه و تعالی میدانه با اون علمی که داره. تفسیر سوم اینه که گاهی وقت میگه کسی از او پرسان میکنه دیدی؟ میگه نه ندیدم، در حالی که دیده بوده. الله همین چشمی که این دروغ میگه که من ندیدم و دیده بوده، این الله سبحانه و تعالی میدانه. یعلم خائنة الاعین، وقتی که این نگاه خائنانه را الله میدانه، این افعال بزرگتر از اون که به طریق اولا الله میدانه. چرا انسان دست به جرم و جنایت میزنه؟ چرا به طرف گناه و معصیت میره؟ چرا التزام به امر الهی انسان نداره؟ معنای چهارم اینه که گاهی وقت میشه که انسان بدون قصد با یک زن نامحرم روبرو میشه. در حدیث داریم که پیامبر علیه الصلاة و السلام به سیدنا علی رضی الله عنه فرمودند که یا علی لا تتبع النظره فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ای علی، وقتی یک زن نامحرم ناگهان دیدی، چشم خود را پایین بینداز، یعنی دنبال این نگاه دوم نداشته باش. به این نگاه اول مؤاخذه نمیشی، اما اگر نگاه دوم را انجام دادی و چشم دوختی، مطمئنن که دوچار گناه و معصیت میشی. پس نگاه دوم خائنة الاعیون است. تفسیر چهارم یعلم خائنة الاعیون به این معنا که نفر قصد دیدن نداشته، ناگهان چشمی به زن نامحرم افتاد، اما اگر مرتبه دوم نگاه میکنه، خب معلومه که دیگه میخواه که از وجود ازی، از اندام ازی، از لباس ازی، از پوشاک ازی به گونه لذت ببره، این مورد مؤاخذه قرار میگیره و انسان در حقیقت دوچار گناه و دوچار معصیت شده. گاهی وقت ما به همچون قضیه روبرو میشیم که قصد نگاه کردن نداریم، اما میبینیم که چشم ما افتاد و نگاه ما به طرف یک زن نامحرم اتفاقا قرار میگیره. خلاصه ای آیه قرآن کریم آنچه در زندگی روزانه ما صدق میکنه، ای آیه قرآن در روز ما نازل شد، به عصر امروز چگونه تطبیق میشه؟ وقت زن میره پیش طبیب، پیش دکتر، حالا دکتر زن نبود، دکتر مرد، حالا دکتر این معاینه میکنه، حالا حق داره همون جایی که درد میکنه، همون قسمتی که بیماری هست همون ببینه، اما اگر این دکتر بالاتر و فراتر سایر وجود از این میبینه، یعلم خائنة الاعیان، این چشم، این چشم خائنانیه، این نگاه خائنانیه. یعنی هدف این دکتر اینه که از سایر وجود این زن لذت ببره. الله ایر میدانه و در مقابل ایر مجازات میکنه. گاه وقت یک زن پیش قاضی میره به عنوان ای که یک قضیه دارن، حالا میتوانه قاضی از پشت پرده یا در حالت که این زن حجاب داره با این صحبت بکنه، اما به این زن میگه صورت خود برهنه بکن. هدفش اگر ای باشه که من از صورت ازی تلزز ببرم، یعلم خائنة الاعیون، الله میدانه چشم خائن و خیانتکار. اگر استاد در صنف درس میده، خب طبیعتاً گاهی اوقات چشم استاد به صورت این محصل یا این شاگرد میفته، استاد مرد، طرف مقابل زن، اما اگر هدفش درس باشه که ما درس رو ارائه میکنیم، او یک بحثیه، ولی اگر هدفش در این نگاه چشم چرانی و تعمق و فکر کردن باشه، الله سبحانه و تعالی این چشم به عنوان چشم خائن و چشم خیانتکار برای ما چکار کرده؟ ایره معرفی کرده. خلاصه ای آیه قرآن کریم گفتیم یک دزدی چشم است، یک معنا. معنای دوم همون اشارات چشم. معنای سوم اینه که یک شیء ار دیده، یه مثلا باز میگه ندیدم. و معنای چهارم هم بود که یک زن ار انسان یک رن دید، اما نگاه دوم و سوم در حدیث داریم که
این نگاه نگاهی است که بر علی انسان، بر ضرر انسان، بر انسان نوشته میشه. از این آیه مبارکه دانسته میشه که اللهی که او چشم خائن را میبینه در حال که شاید در حد یک ثانیه یا دو ثانیه یا پنج ثانیه بیشتر نباشه، این کار 24 ساعته ما رو به طریق اولا میدانه. همه زیر نظر الله سبحانه و تعالی هست و الله بعد به این انسان بعد به این فکر باشه که همیشه الله سبحانه و تعالی از این مراقبت میکنه. این ربک بالمرصاد، الله یعنی پروردگار در کمینه، در کمین به این معنا که شما در یک سفر میریم، اگر دشمن در یک جای خود را پنهان کرده ما او را نمیدانیم، ما او را ندیدیم، ولی او ما را میبینه که از این مسیر ما رفت آمد میکنیم و میخواه بر ما ضرر برسانه. یعنی ولله المثل الاعلی، شأن الله بالاتر از این است که ما همچون مثال بیان بکنیم. الله در کمینه، یعنی هر قدمی که ما برداریم، هر نگاهی که بکنیم، هر سخنی که بگیم، الله در کمینه، الله میدانه. ان الله کان علیکم رقیبا، الله مراقب شما است. این معنای سبحانه الله سبحانه، این سخن الله سبحانه و تعالی، و هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشیم. یعلم السر و اخفا، الله آنچه که در سینه پنهان داریم و آنچه که ای را آشکارا می سازیم همه را الله سبحانه و تعالی می دانه. یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، این قسمت دیگر آیه و ما تخفی الصدور، آنچه که در سینه ها انسان او را پنهان میکنه و میپوشه، ایرم الله سبحانه و تعالی میدانه. گاهی وقت میشه که ما پیش یک نفر نشستیم، خوب با ما میخنده، خوب لبخند داره، خوب چهره بشاش، اما خدا میدانه که در قلب ازی نسبت به ما چقدر عقده، چقدر کینه، چقدر حس انتقامجویه، چقدر نفرته، چقدر ای در دنبال ما است که چی زمان فرصت پیدا بشه که تا ما را از پا در بیاوره. و ما تخفی الصدور، الله آنچه که در سینه ها انسان اور پنهان میکنه، ایرم الله سبحانه و تعالی میداره. ما یک ظاهر داریم، یک باطن داریم، و مطمئنن در حدیث داریم که عبدی تحرت منظر الخلق سنین، افلا تحرت منظری ساعتن، ای بنده من آنچه که دیگران به او نگاه میکنن سالهاست که او منظم و پاک نگه داشتی، خانه، موتر، باغ، زمین به او رسیدگی کردی، افلا تحرت منظری ساعتن، آیا منظر من، آیا جایی که من نگاه میکنم جای تجلی ذات الله که قلب باشه، ایرم پاک کردی، ایرم سیقل دادی، ایرم منزه کردی، آلودگی های قلب بر دور ساختی، یا نه که همین قلب همیشه آلوده و آلوده هست. گاهی وقت میشه که انسان در درون خود چیزهایی میپرورانه که دیگران نمیدانن. همین دو قسمت آیه قرآن کریم در زندگی ما خیلی صدق میکنه، خیلی هم دیده میشه. یعنی شاید ما با همین قضیه، با همین بیماری خدای نخواسته چشمای خائنانه گاه در زندگی روزانه خود با این روبرو میشیم، ولی مواظب باشیم که الله سبحانه و تعالی این میدانه. و اگر انسان به این نتیجه رسید که الله میدانه، علما میگم ما نیم راه تکمیل کردیم، یعنی نیم راه تمام شده دیگه. وقت انسان میدانه که الله میدانه، استقامت و پایبندی در امور دین نشان میده. انسان که استقامت ورزید به دنبال گناه و معصیت هم نمیره. و ما تخفی الصدور، یعنی الله است که تمام نیتهای ما میدانه. از جمله مواردی که در این آیه مبارکه داخل میشه اینه که وقتی نفر ازدواج میکنه، فرض کنیم ازدواج دوم یا سوم، الله میدانه که ای به چه قصد ازدواج کرده. آیا به خاطر پول و پیسه زن ازدواج کرده؟ آیا به خاطر فریب دادن ازدواج کرده که بعد از یک ماه، دو ماه، یک سال پس ایر طلاق بده؟ یا نه به طور دائمی با ای ازدواج کرده؟
یکی از موارد است که در آیه مبارکه در حقیقت دیده میشه. و ما تخفی صدورهم اکبر، در مورد دشمن آمده، آنچه که دشمن در سینه میپرورانه به مراتب ضرر و بیشتر و بیشتر از اون چیزی که ما و شما میبینیم. گاهی دشمن به ما ضرر میرسانه، اما ظاهرا فکر میکنیم قضیه دشمن تمام شد. اما و ما تخفی صدورهم اکبر، اون کینه و مکر و حیله و نیرنگ که اینا در سینه میپرورانند به مراتب بالاتر و بالاتر از اون چیزی است که اینا ای را انجام میدن. و آیه بعدی که بعد از این آیه قرآن کریم الله سبحانه و تعالی بیان میکنه، والله یقضی بالحق، الله است که در روز قیامت فیصله میکنه، والذین یدعون من دونه لا یقدون بشیء، کسانی که غیر الله را پرستش میکنن، بت‌هار میخوانن، طاغوت‌هار میخوانن، لا یقدون بشیء، نمیتونن هیچ چیز فیصله بکنن، هیچ چیز داوری بکنن. والله یقضی بالحق، الله است که بین، یعنی در روز قیامت بر اساس حق چکار میکنه؟ این فیصله میکنه. ما یک قاضی داریم، یک مفتی داریم. فرق بین قاضی و مفتی در اینه که مفتی فتوا میده اما قوه اجرایی نداره، فقط میگه که این حلال یا حرام، این به خود انسان میگذاره، طرف مقابل نظر به میل که داره این کار انجام میده یا کار انجام نمیده. این مال که تو از فلانه گرفتی برای تو حرام است یا این مال که گرفتی برای تو حلال است، این فتوا است. اما قاضی صلاحیت داره که یعنی این مال برای تو حرام است، قوه مجری هم داره، فورا پلیس میخواه همین مال که این گرفته این مال از این بگیریم پس به صاحبش تسلیم بکنیم. این قاضی است. الله هم در اینجا میگه والله یقضی، الله قاضیه، بر اساس حق، بر اساس حق این حکم میکنه. قاضی دو تا قدرت داره، یک علم داره یک قدرت. الله هم بر اساس علم و قدرت خود در روز قیامت در بین بندگان حکم میکنه. والله یقضی بالحق والذین یدعون من دونه، کسانی که شما میخوانیم به غیر از الله یعنی بت‌ها پرستش میکنیم، لا یقدون بشیء، اینا نمیتوانن فیصله بکنن به چیزی، یعنی به این معنا که فیصله بت‌ها یا فیصله طاغوت‌ها یعنی در حدی نیست که انسان به سر از او اعتماد داشته باشه. ان الله هو السمیع البصیر، الله هم میشنوه و هم میبینه، یعنی این دو صفت زندگی انسان متحول میسازه. اگر انسان دائما این دو نام با خود داشته باشه در محل کار داخل خانه، الله میشنوه هر کلمه‌ای که من بگم، اگر خوبم بگم میشنوه، برای من پاداش میده، اگر بدم بگم میشنوه، وقت شنید در مقابلی من مجازات میشم، دیگه دنبال گناه و معصیت نمیره، بسیر میبینه. اگر من همی گنار در داخل خانه در حال که دروازم بسته است و پرده هم آویزان است، پنجرام بسته، هیچ کس هم نیست، اما الله هست. ان الله هو السمیع البصیر، یعنی علاوه بری که الله بین حق یعنی بر اساس حق بین بندگان و خود فیصله میکنه، او هم میشنوه تمام اقوال ما و هم میبینه ظاهر ما، میشنوه کلام ما بر اساس علم و بر اساس شنیدن و دیدن با انسان ها با بندگان خود ای معامله میکنه. اولا یسیرو یک گوشه دیگر از ضعف و ناتوانی دنیای کفر الله میخواد بیان بکنه. کفار و مشرکینی که در مکه بودن ادعا میکردند که ما خیلی قوت داریم، قدرت داریم، شوکت داریم، فرزند داریم، پول و دارایی داریم، ای پیامبر اگر از این کار دست بردار نشی ما تو را از بین میبریم. الله سبحانه و تعالی میخواد پیامبر خود را تسلیت بده، تسلیت بده که ای پیامبر تشویش نکن، خیلی کسای از اینا قوی تر و قوی تر بودن اما هلاک شدن. اولا یسیرو فی الارض،
آیا اهل مکه در روی زمین سیر نکردند؟ فینظرو ببینند کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلهم، یعنی سرنوشت کسانی که قبل از اینا بودند چگونه شد، سرنوشت کفار، مشرکین، طاغوت‌ها، ظالمین قبل از اینا بودند، قوم عاد، قوم ثمود و قوم لوط پیغمبر، قوم حضرت نوح پیغمبر، قوم حضرت صالح، اینا نرفتن در سرزمین یمن، در سرزمین اردن، سرزمین شام، برند ببینند که کسایی که به مراتب قوت اونا، قدرت اونا، تمدن اونا بیشتر و بیشتر بود، اما وقتی که عذاب الهی آمد نتونستن عذاب را از خود چکار بکنن، دفع بکنن. کانو هم اشد من قوتا و آثارا فی الارض، اونا از دو لحاظ قوی تر بودن از این مردم، هم از لحاظ قوه جسمی، از لحاظ ساخت و ساز، خانه‌ای که ساخته بودن از سنگ ساخته بودن، یک قسمتی از کور اینا داخل می شدن و می داخل کور آنقدر اینا حفاری می کردن و می کندند که خانه برای خود جور می کردن، مهمان خانه جور می کردن، حمام داشتن در اونجا، جای بسیار عجیب و غریبی، همه به داخل کور فقط سنگار می تراشیدن، حتی از یک منطقه به منطقه دیگه طور جور میکردند که دو طرف را باریک میساختند، یک پل از سنگ بر خود جور میکردند. یک و آثارن از لحاظ آثاری که از اینا باقی مانده در روی زمین به مراتب از اهل مکه بیشترند. اهل مکه خب خانه‌ای داشتن از مثلا فکر کنیم 2 متر یا 2.5 متر ارتفاع داشت، او هم از سنگ، یعنی از سنگ هایی که از اطراف جمع کرده بودند روی هم دیگر گذاشته بودند که با کوچکترین زلزله یا سیلاب اینا از بین میره، این تمدن یا این قوت از اینا، این شوکت از اینا، اینا یعنی با همین قوت خود مینازند، در حالی که کسایی که از لحاظ قوت و تمدن به مراتب بیشتر و بیشتر بودند، بازم الله سبحانه و تعالی میگه فأخذهم الله بذنوبهم، الله گرفت اینا رو به گناهانشان، و ما کان لهم من الله من واق، یعنی نبود برشان از جانب الله حفاظت کننده، یعنی هیچ حفاظت کننده نداشتند که اینا رو از عذاب الهی چکار بکنه، دفع بکنه. یکی از عجایب دنیا دوستا اهرم مصر است، یعنی اهرم که در مصر ساخته شده، همو خانه‌هایی که فرعونه در او زندگی می‌کردند، آنچه که فعلا واقعیت داره و کسایی که رفتن و دیدن و مشاهده کردن، در همین جایی که اهرم ساخته شده زمین ریگیه، میگن زمین همواره، به فاصله 1000 و حدوداً 100 کیلومتر کو دیده نمیشه، یعنی همین زمین 1000 کیلومتر همواره و اینا از سنگای ساخته شده که هر سنگ از این بعض 80 تن بعض 90 تن وزن داره و این سنگار اینها از یک فاصله دوره میکندن و ایر به داخل دریای نیل برو چوبه ها بسته میکردن، ایره با آب رها میکردن، بعد در این قسمت یک تعداد اینا را از آب میگرفتن و ایره میساختن. و جالب اینه که از خود اهرم مصر تا دریا هم بین 20 تا 25 کیلومتر فاصله هست. حالا شما حساب کنیم که همین سنگ که 90 تن وزن از اینه، ایر از این فاصله 25 کیلومتر تا اینجا چی شکل انتقال دادن؟ حالا میگیم که از او فاصله 1000 کیلومتر برو آب آماده دگه این، برو چوب های بسیار قوی اینا رو بسته میکردن و این رو حرکت میدادن، خود به خود آب انتقال میداد. اما این فاصله 25 کیلومتر تا کنار اهرم این چه قسم انتقال دادن؟ خب حالا تا اینجا انتقال دادن، ولی همین به سر جازه به چی شکل گذاشتن؟ خود در روح خود کرن نبوده دیگه، انسان بوده دیگه، یعنی نه چیگونه انسانهای بودن، یعنی به خاطر ساختن این اهرم مصر چقدر انسان ها اونجا تلف شده. بعضی از مورخین می نویسند که حدوداً 30,000
30,000 از این خدمایی که اهرام مصر ساختن به نزدیک اهرام جا قبرستان جور کرده بودند و به می عقیده و اندیشم بوده فرعون که اینا بعد از اینکه باز من فوت بشم اینا پس به خدمت من قرار میگیرن، یعنی بعد از فوت من و بعد از موت من اگر من بمیرم اینا به خدمت من قرار دارن. حتی جسد خود فرعون که مومیایی شده نه تنها جسد از او، حتی بعض غذاهایی که او در اون زمان میخورده اونا را مومیایی کردن، همون نان خشک از زیر مومیایی کردن که فعلا در موزیم مصر گذاشته است که یک تعداد میرن و میبینند که ای چگونه هست. این نشان میده که یعنی در تاریخ ما انسانهای قدرتمند داشتیم، انسانهای ظالمی داشتیم، مستبد داشتیم که اینا وقت دست به ظلم و ستم و استبداد زدن، الله سبحانه و تعالی اینا را چکار کرد؟ هلاک ساخت. فأخذهم الله بذنوبهم، الله سبحانه و تعالی به سبب گناهان اینا را مؤاخذه کرده. یعنی گاه وقت گناه انسان سبب هلاکت انسان میشه. در یک روایتی داریم که شما از هیچ کسی نترسیم، از هیچ ظالمی، از هیچ مستبدی، از هیچ قدرتمند نترسیم، به او پیمانه که از گناه خود میترسیم. گناه بر انسان حالت رو به وجود میآوره که هیچ ظالم و مستبد نمیتونین چنین حالت رو بر انسان به وجود بیاوره. فأخذهم الله بذنوبهم و ما کان لهم من الله من واق، نبود برشان از جانب الله حفاظت کننده، نتوانست هیچ کس اینا چکار بکنه؟ حفاظت بکنه و نجات بده. ذالک بانهم، این هلاکت و این عذابی که بس یک تعداد از ظالمین و سرکشا در طول تاریخ با این مواجه و روبرو شدن، بانهم کانت تأتیهم رسولهم بالبینات فکفرو، نتیجه ای بود که آمد برشان رسولهم، پیامبران ایشان، الله پیامبران یک پشت سر یک دیگر روان کرده بالبینات، دلائل بسیار واضح آشکارا، اما فکفرو، اینا کفر ورزیدن. نتیجه کفر چی شد؟ فأخذهم الله، الله گرفت ایشان، مؤاخذه کرد. انه قوی شدید العقاب، الله ذات است که هم قویه و هم عذاب او شدیده. ان بطش ربک لشدید، گرفت پروردگار خیلی سخته. اینجا الله خود را به عنوان چی معرفی میکنه؟ قوی، انه قوی شدید العقاب، الله ای که او قویه پس عذاب او هم قویه، عذاب او هم شدیده. انه قوی شدید العقاب، عذاب او هم شدید است. آیه بعدی آیه 23 است که الله سبحانه و تعالی بازم پیامبر علیه الصلاه و السلام وقتی میبینه که کفار و مشرکین مکیر تکذیب میکنن، داستان حضرت موسی کلیم را بیان میکنه. حضرت موسی کلیم داستان او در یک نام او 136 مرتبه در 34 سوره قرآن کریم ذکر شده، ولی هر باری که ذکر شده یک گوشه، یک قسمت از زندگی از او و مبارزی از او با طاغوت‌ها و با فرعون‌های زمان بیان میکنه. ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا و سلطان مبین، همانا ما فرستادیم حضرت موسی کلیم را بآیاتنا، به آیات خود، یعنی نه یک آیه، نه یک نشانه، بلکه چندین نشانه و سلطان مبین و همچنین با حجت بسیار واضح و آشکارا. هیچ زمانی الله سبحانه و تعالی بندگان خود بدون پیغمبر نمیگذاره. شما ببینیم در طول تاریخ، یعنی هر جایی که انسان ها نیاز به ارشاد و رهنمایی داشتن پیامبر برشان آمده و این پیامبر مظهر از رحمت الله سبحانه و تعالی است. الله نمیخواد بندگان خود را وارد جهنم بسازه و اینا را به جهنم روان بکنه. حجت را تمام میکنه، معلم روان میشه با کتاب، با دستور العمل. حالا این انسانی که معلم آمده و این تعلیم داده و این درس داده
و این به طرف توحید یک تاپرستی دعوت کرده، برخورد ای و سلوک از ای در مقابل پیغمبر چگونه است؟ به می شکل مثل که حضرت ابراهیم آمده، حضرت عیسی علی نبی علیه السلام، حضرت داود پیغمبر، حضرت سلیمان، حضرت یونس، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت موسی کلیم هم با آیات بسیار واضح و آشکارا اینها آمدند و فرعون و فرعونیار هم دعوت کردند. آیات قبلا هم گفتیم که ما آیات کونی داریم، آیات تکوینی داریم، آیات تشریعی داریم. کتاب که پیغمبر آورده این کتاب، کتاب این آیات تشریعی است. این فعل الله که یک انسان ظالم را از بین میبره و یک مجموعه مسلمان را قوت میبخشه، این آیات تکوینی الله است، فعل الله. این باران ها، طوفان ها، سیلاب ها، سردی ها، گرمی ها، این فعل الله است. ولی یکی هم خلق الله، آیات کونی است که از لابلای آیات کونی، خلقت آسمان، خلقت زمین، ما الله را میشناسیم، معرفت و شناخت ما نسبت به الله بیشتر میشه. ولی از لابلای آیات تشریعی ما به الله ایمان می آوریم و اعجاز قرآن کریم را پیدا می کنیم. ولقد ارسلنا، ما فرستادیم، به تحقیق که فرستادیم حضرت موسی را به آیاتنا، به آیات و معجزات. یکی از آیات حضرت موسی، یکی از معجزاتش همو عصا بوده، ید بیزا، دست که الله به قلب میکردند، بدر میکردند، بسیار سفید میدرخشد بدون از اینکه کدام تپه مثلا پیسی پیدا بشه. دیگه مثلا شق شدن دریا یکی از معجزات حضرت موسی کلیم بوده. 9 معجزه حضرت موسی در اون زمان داشتند و سلطان مبین، یعنی حجت و دلیل بسیار واضح و آشکارا. به کی روان کردیم؟ الی فرعون و هامان و قارون. به سوی فرعون و هامان که وزیر از اونه، قارون هم یکی از تجار و سرمایه دارای قوم حضرت موسی است. به این سه کس که اینا رهبری قوم گمراه داشتن. فرعون خوب ادعای خدایی میکرد، هامان هم خوب وزیر از او بود، قارون هم پول و دارایی داشت که مردم فریفته دنیا از او شده بودن. هرچند در او زمان خوب کافرهای بیشتری هم بوده، ولی نام عیسی کافر به این خاطر که رهبری تمام کفار به دست همی سه نفر بود دیگه. فرعون ادعای خدایی میکرد، هامان هم وزیر از او بود و قارون هم یک از سرمایه‌دارای قوم حضرت موسی است که مردم را به طرف خود جلب و جذب کرده بود. حالا حضرت موسی آمد که من پیغمبرم، بیم الله را پرستش بکنیم. فقالوا ساحر کذاب، گفتند که این فرد هم ساحره و هم دروغگو است. یعنی این تسلی به پیامبر علیه السلام که ای پیغمبر، ای حبیب من، ای حبیب من، اگر ابو جهل، عتبه، شیبه و امثالهم تو را تکذیب میکنن، تشویش نکن. قبل از تو پیامبران آمدن دلائل و معجزات بیشتری هم داشتن، اما برایشان ساحر و کذاب گفتن. این معجزه‌ای که تو داری با معجزات دیگران خیلی فرق میکنه. او معجزه با رفتن پیغمبر تمام شد، ولی این معجزه‌ای که تو داری تا دنیا هست وجود داره. همونطور که در اون زمان یک تعداد معجزه پیغمبر قبول کردن، یک تعداد تکذیب کردن، در همین زمان هم یک تعداد معجزه پیغمبر قبول میکنن، یک تعداد تکذیب میکنن. یک تعداد میگن که این قرآن کلام بشره، یک تعداد میگن نه، کلام الله هست. یک تعداد میگن که این قرآن به درد امروز نمیخوره، ولی یک تعداد میگن که منبع همه علوم قرآن کریم است. هر آنچه که ما نیاز داشته باشیم و ضرورت داشته باشیم میتوانیم از لابلای قرآن کریم پیدا بکنیم. به اون زمان به این پیامبر که 9 تا معجزه داشت با آن هم گفتن ساحر کذاب، هم ساحر این پیغمبر و هم کذاب، یعنی دروغ میگه. فلما جا اهم، هرگاه که آمد حضرت موسی این مردم را، یعنی به فرعون و هامان و قارون، بالحق، یعنی دلائل و معجزات حق و دین حق را بر از اینا پیشکش کرد، من اندین از جانب ما، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه،
اینا دیگه به این فکر شدن که خب یعنی موسی کلیم دیگه را دعوت خود شروع کرده، یک تعداد آمدن دیگه ای مسلمان میشن، این جبهه ای قوی میشه، اینا بیشتر میشن، روز سبب و ایرانی و نابودی ما میشن. بیم یک تصمیم بگیریم چیکار بکنیم؟ اقتلو ابنا الذین آمنوا معه واستحیوا نساءهم، همه بچه ها از اینا رو بکشیم، زنها رو هم زنده نگه بداریم. این بزرگترین ذلت بر یک قوم امینه که مردا اینا کشته بشه و زنها رو دشمن نگه بداره. طبیعتا زنها رو نگه بداره به این معنا که اینا رو به فساد اخلاقی بکشانه. قالو گفتن اقتلو بکشید ابنا الذین آمنوا، فرزندان کسانی که ایمان آوردن، معه با موسی، و استحیوا نساءهم، زنها را زنده نگه داریم. زنده نگه داریم به این معنا که هم در خدمت ما قرار می گیرند و هم ما میتونیم اینا را به فساد اخلاقی سوق بدیم. البته این دو مرتبه این کار اتفاق افتاده. یک مرتبه هنوز حضرت موسی به دنیا نیامده بود، فرعون منجمین برش گفتند که قرار یک پسر به دنیا بیایه که او سبب زوال و نابودی همین مملکت و پادشاهی تو بشه. خب این دستور داد که هرچه پسر به دنیا میایه همه رو بکشیم. رفتن دیگه تمام خانه ها، تمام زنهای حامله چک میکردن تاریخ از این که چی زمان ای به دنیا میایه، به مو تاریخ میامدن و این زن طفل که به دنیا میامد اگر دختر بود نگه میداشتن و اگر پسر بود ایره از بین میبردن. یک مرحله. یک مرحله هم که حضرت موسی دعوت خود شروع کرد، یک مجموعه آمدن دعوتش پذیرفتن و لبیک گفتن، اینجا فرعون احساس خطر کرد، دستور قتل تمام مردا، تمام جوانانی که به کنار حضرت موسی قرار داشتن، این فرمان را صادر کرد: اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساءهم. همی فرمان یا همی فکر، همی اندیشه، همی پلان امروز هم وجود داره و ما در درسای قبلی هم گفتیم که یکی از پلانهای نحس و شوم دشمن همینه که جنگها در کشورهای اسلامی رو اندازی میکنن تا مردهای اینها در بین هم دیگر بجنگن و از بین برن، زنها باقی بمانن. خب زنها وقتی که باقی ماندن طبیعتاً امکان داره که اینا به فساد اخلاقی کشانده بشن و خب وقتی که مادر خدا نخواسته به فساد اخلاقی کشانده شد، نمیتونه یک فرزند سالم و درست به جامعه تقدیم بکنه. و ما کید الکافرین الا فی دلال، و ما کید الکافرین نیست این مکر و حیله دشمن الا فی دلال، مگر در یک گمراهی. یعنی به این معنا که اینمی طرح‌های شیطانی، نقش‌های شیطانی دشمن، اما سرانجام روز دامن خود دشمن رو می‌گیره و خود دشمن به این چیکار میشه؟ هلاک میشه. این یک طرح. طرح دیگه چی بود؟ و قال فرعون ذرونی اقتل موسی ولی ادعو ربه، شما بگذارین که من موسی رو بکشم، شما بگذارین به من قرض نگیریم. و قال فرعون ذرونی، بگذارین که من ترک کنم، ضروری ترک کنم مر اقتل موسی، ما سیدنا موسی رو میکشم ولی ادعو ربه، باشه که خدای خود بخواه بیه خدا ایره نجات بده. اینی اخاف ان یبدل دینکم، ما خو ترس از این دارم که همی دین، همی آیین، همی عقیده و همی اندیشه که شما فعلا دارم، این موسی آمده این میخواه تغییر بده. اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، یا میخواه که در روی زمین فساد و تباهی دامن بزنه. یعنی کار خود را حق میدانست فرعون و کار موسی را فساد میدانست. به قضیه به کلی به عکس است. حالا ای که این مشوره میکنه، چی نیاز به مشوره داشت دیگه؟ فرعون خود میگفت انا ربکم الاعلا، خدای بزرگ منم، چی نیاز به مشوره داره که شما به من مشوره بدیم، اجازه بدیم که من موسی را بکشم؟ ای به خاطر است که اگر این کار را انجام میداد، حقانیت حضرت موسی برای مردم بیشتر و بیشتر میشد. یعنی حضرت موسی خب بر حق بود، اما اگر حضرت موسی را فرعون میکشت، طبیعتاً که همه مردم در کنار حضرت موسی مطمئنن که قرار میگرفتن. این یخاف ان یبدل دینکم، همیشه یکی از طرح‌های دشمن همینه که جانب مقابل را با
تبلیغات زهراگین خود همو شخصیت او و چهره از او وارونه جلوه میده. حالا کار خود خور فرعون حق میدانست، اما کار حضرت موسی ایر فساد میدانه. چی میگه؟ این یخاف ان یبدل دینکم. همیشه طاغوت ها نمیخوان که همو قدرت اونها، سلطنت از اونها، پادشاهی از اینا و دارایی از اونها از بین بره. این یخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، یا که در روی زمین ای فساد و تبعیر بیشتر و بیشتر دامن بزنه. اما حضرت موسی کریم چی میگه؟ و قال موسی اینی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. همیشه شعار مؤمن، شعار موحد، انسان با خدا، انسان که عقیده قوی داره همینه. مثل که حضرت موسی گفت اینی عذت بربی، مخو پناه میبرم، پناه بردم به پروردگار خود و به پروردگار شما. اینی عذت بربی و ربکم، یعنی همون پروردگار که من خلق کرده شما را هم خلق کرده، شما فریب دشمن نخوریم. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، از هر متکبر، از هر طاغوتی که او به روز حساب باور نداره، ما به او ایمان آوردم و ما به او پناه بردم، ما در پناه او قرار دارم. ای آیه مبارکه ایره نشان میده که گاهی وقت ما هم اگر مورد ظلم، شکنجه، استبداد ظالمین قرار میگیریم، باید به الله سبحانه و تعالی پناه ببریم که او به داد انسانهای مظلوم همیشه رسیده و میرسد و انسانهای ظالم و مستکبر رم از صفحه روزگار دور میسازه. این آیات 28 سوره غافر که بحث بعدی هست، بسیار مفصله، این به جلسه بعدی میگذاریم. الله سبحانه و تعالی دائما ما و شما از گناه و معصیت دور داشته باشه. الله سبحانه و تعالی توفیق بده که ترس الله همیشه در قلب ما حاکم باشه و ما در حالی که الله ما رو میدانه ما به طرف گناه و معصیت حرکت نکنیم و الله ما رو در میدان معصیت و در میدان نافرمانی مشاهده نکنه. سبحانك اللهم و بحمدك نشهد ان لا اله الا الله نستغفرك و نتوب اليك. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم اشف كل مريض وكل مصاب وكل مبتل يا رب العالمين، واشف مرضانا وامراض المسلمين، واقض ديوننا وديون المسلمين، واغفر موتانا واموات المسلمين بحرمة كلامك المجيد. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.